همکارم ساناز آریا از واشنگتن با ما. ساناز، در مورد صحبت‌های امروز جک سالیوان در مورد ایران بیشتر از تو بشنویم. در مصاحبه امروز جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید با شبکه ABC، خبرنگار در مورد لغو تحریم‌های علیه ایران از سوی آمریکا سوال پرسید و به موضوع اینکه ابراهیم رئیسی رئیس جمهور آینده ایران به خاطر کشتار دهه 60 و نقشش در سرکوب اعتراضات 88 در لیست تحریم‌های حقوق بشری آمریکا که 2 سال پیش از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا صادر شده قرار داره. جک سالیوان گفت که آمریکا حق داره که تحریم‌هایی که مرتبط به برجام نیستن را همچنان حفظ کنه، حتی اگر یک توافق هسته‌ای با ایران امضا کنه، و گفتش که تمام تحریم‌های مربوط به نقض حقوق بشر و تحریم‌های مربوط به توسعه برنامه‌های موشکی ایران همچنان باقی خواهند ماند. و گفت در مورد اون سری تحریم‌هایی که قرار لغو بشه، در حال حاضر در مذاکرات وین داره در موردش گفتگو میشه و اون نمی‌خواد که به طور علنی در مورد اونا صحبتی بکنه. علاوه بر اون در مورد تاثیر انتخابات اخیر ایران بر مذاکرات برجام از او سوال پرسیده شد و سالیوان گفتش که تصمیم گیرنده نهایی در ایران علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامیه و این به اون بستگی داره که آیا میخواد از راه دیپلماسی به یک توافق برسیم در مورد برنامه هسته ایران و یا ترجیح میده که فشارهای آمریکا و جوامع بین المللی بر ایران افزوده بشه. و همچنین گفتش که برای کاخ سفید اهمیتی نداره که یک رئیس جمهور میانه رو حاکم باشه بر ایران و یک رئیس جمهور تند رو، بلکه برای کاخ سفید مهمه که چقدر دولت ایران به تعهداتش برای محدود کردن برنامه اتمی پایبنده. ممنون از تو همکارم ساناز آریا از واشنگتن با ما بودیم.